درود بر شما مخاطبین عزیز کانال پارسی تیوی با یه برنامه دیگه اومدم خدمتتون از وصیت عجیب و شکه کننده فرامرز اصلانی که پس از مرگش منتشر شده در ادامه با ما همراه باشید لطفا از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن زنگوله زودتر از ویدیوهای جدیدمون با خبر بشید. متاسفانه ما در اولین روز نوروز امسال هنرمند بزرگی رو از دست دادیم که برای همه ما این غم هنوز هم غیر قابل باوره بعد از مدتی هم نامه عجیبی مربوط به ایشون منتشر شد که جنجالهای زیادی زیادی پا کرد خواننده پرآوازه و پرطرفدار ایرانی آقای فرامرز اصلانی که همه ما ایرانی ها با ترانه اگه روزبری سفرش خاطره ها داریم بر اثر بیماری سرطان در 79 سالگی دار فانی رو ودا گفت. خانم مرجان اصلانی با انتشار پستی خبر از فوت همسرش داد. ایشون نوشت در شامگاه اول فروردین 1403 سرطانی جانسوز فرامرز اصلانی شاعر، خواننده، آهنگساز و روزنامه‌نگار و یک انسان والا و خوب را همراه با نسیم نوروزی با بدرودی همیشگی با خودش برد، در حالی که دستانش در دستان عزیزانش بود، آقای فرامرز اصلانی در حدود سه هفته قبل از فوتش اعلام کرده بود که برای سرطان تحت درمان قرار داره و با انتشار پستی در اینستاگرامش نوشته بود همانند یک مسافر در این راه پرپیچ و من نیز سایه سرطان رو لمس کردم و اعلام کرد که قصد داره باقی مونده سال رو به درمان و مراقبت از روحیش اختصاص بده ایشون در ادامه هم نوشته بود با هر سپیددم قلب من شجاعت بیشتری پیدا میکنه و جان رو با اندیشه و انرژی بیشتر برمیانگیزه تا گامی در مسیر بهبودی بردارم ایشون در بخش دیگه از این متن گفت پس عزیزانم من قول می دهم که آسمانی از سفر خود رو به عنوان یک مسافر در این آبهای ناشناخته همراه با شما به اشتراک بگذارم با وعده دوباره ملاقات زیر آغوش تابش نور در سپید دم در سال 1403 اما ایشون متاسفانه هرگز بهار 1403 رو ندید. فرامرز اصلانی عزیز در این متن اعلام کرده بود که ارتباط ها و تماسهاش رو به دلیل روحیه و به دلیل روند درمان سرطانش محدود میکنه و خطاب به طرفدارانش نوشته بود در اندیشه شما ایران و ترانه و آوازم خانم مرجان اصلانی در پیامی نوشته بود که بودن تو تنها برای من خانواده و عزیزانمون نبود تو خیشاوند ملت ایران بودی از میهنی که با تموم وجودت عاشقش بودی فرهنگی که همیشه با افتخار از اون حرف می زدی و زبان فارسی که همواره با اشتیاق و یکدندگی خاصی ازش حفاظت می کردی تو همیشه وابسته به همه اینها بودی آقای فرامرز اصلانی متولد 22 تیر 1324 در تهران خیابان پاستور بود. خانواده ایشون تا چند ماهی بعد از تولد اون به خیابون فرهنگ واقع در محله امیریه رفتند و فرامرز تا 12 سالگی اونجا زندگی کرد. فرامرز اصلانی در یک خانواده کاملا هنرمند و هنردوست بزرگ شده بود. پدر و مادرش هر دو به موسیقی علاقه زیادی داشتن و خونه اونها مهمون اهالی هنر و موسیقی بود. بود مثل پرویز یا حقی، علی تجویدی، رحیم معینی کرمانشاهی، رهی معیری و غلام حسین بنان. پدر فرامرز اصلانی نوازنده تار و ستار بود و اعتقاد داشت که موسیقی باید موزه جانبی زندگی باشه و این موضوع باعث بحث ها و کشمکش های زیادی بین پسرش و اون شد. و اون همه سعیش رو کرد تا پایان دوره نوجوانی پسرش رو از موسیقی دور نگه داره. فرامرز اصلانی بعد از پایان دبیرستان به انگلستان رفت. در رشته روزنامه نگاری از دانشگاه لندن فارغ و تحصیل شد. ایشون ترانه ها و موسیقیش رو بیشتر خودش می نوشت و اون رو با سبک ویژه خودش با گیتار و آواز اجرا می کرد. بعد از پایان تحصیلات به روزنامه نگاری مشغول شد و نوشته های زیادی رو به زبان های انگلیسی و فارسی منتشر کرد. سال 19 1972 از لندن به لس آنجلس رفت و چهار سال اونجا بود. در سال 1975 به ایران برگشت و فعالیت خودش رو در یکی از روزنامه های انگلیسی زبان به نام تهران جورنال که وابسته به مؤسسه اطلاعات بود شروع کرد. اما در یک مهمانی وقتی که مهمان خانم پری زنگنه بود، ترانه آهوی وحشی رو خواند و نواخت. این ترانه مورد توجه همه میهمانان قرار گرفت و رئیس کمپانی CBS Records اینترنت نشنال که در تهران بود با اون آشنا شد و به سرعت تونست که اون رو منتشر کنه فرامرز اصلانی بعد از انقلاب 57 به همراه خانوادهش ایران رو ترک کرد و در انگلستان زندگی کرد. در اونجا هم به طور همزمان فعالیت رسانهی و موسیقیایی میکرد و در سال 1997 برای همیشه به آمریکا مهاجرت کرد. آقای فرامرز اصلانی از ازدواج اولشون با یک خانم انگلیسی تبار صاحب دو دختر به نام فدرا و روکسانا بودند که هر دوشون مثل پدر در زمینه موسیقی فعالیت و تحصیل کردند. و در حدود 19 سال پیش بعد از جدایی از همسر اولشون با خانم مرجان ازدواج کردند آقای فرامرز اصلانی همیشه دغدغه ایران رو داشت و در سال 88 هم با انتشار ترانه ندا به یاد ندا آقا سلطان با مردم معترض ایران ابراز همدردی کرد ایشون در مصاحبه ای اخیرش بعد از اعتراضات سراسری با پوریا زراعتی در مورد اینکه تحصیلاتش و شغل اصلیش روزنامه نگاری بوده گفت روزنامه نگاری شغل واقعا سختیه مخصوصا وقتی که بخواید حقیقت رو بگید وگرنه که فقط نوشتن خالی باشه ارزشی نداره و مثل یه انشا میشه زمان ما وقتی که درسمون تموم میشد و میخواستیم کار روزنامه نگاری رو شروع کنیم یه قسمنامه ای بود که باید میگفتیم ما فقط حقیقت رو ذکر میکنیم برای گفتن حقیقت هم باید تحقیق بشه و راستی آزمایی بشه که قسمت سختش هم اونه در پاسخ به این سوال که 45 سال پیش جمهوری اسلامی تازه اومده بود سر کار و شما از اون روزها چه چیزی یادتونه گفت من بزرگترها رو میدیدم که یه حالت ناراحتی داشتن و انگار سردر گریبان بودن انگار میدونستن که چی شده ولی ما جوونها در یک تب و تاب و جو خاصی بودیم فکر میکردیم وضعیت تغییر کرده و حتما بهتر میشه اما شوربختانه اونطور نشد در ادامه ازشون پرسیدن میدونیم که شما با شاهزاده رضا پهلوی رابطه دوستی بسیار قدیمی و نزدیکی دارید. به نظر شما وظیفه مخالفان رژیم چیه در این روزها؟ ایشون گفت بسیار بسیار من برای ایشون اندیشه و رفتارشون احترام قائلم. ایشون روند درستی رو در پیش گرفتم و مطمئن هستم که قلبشون در اون چیزی هست که میگن. یعنی اون حرفی که میزنن درست حرف قلبشونه. وظیفه اپوزیسیون همین روزها اینه که فقط همبستگی مردم رو تقویت کنه و نظاره این راهی رو که حکومت پیش گرفته جواب بده این راهی که از تبلیغات و هدف گذاری های مختلف و اختلاف انداختن بین اعضای اپوزیسیون داره به هدفش میرسه ایشون در ادامه هم در پاسخ به این سوال که شما چند ترانه انقلابی دارید گفت گذشته از ترانه های سیاسی قبلیم در حدود 22 تا ترانه هست که حالا نیمه کاره مونده و باید تمومشون کنم در مورد اصلی ترین این ترانه ها که خودشون هم تعلق قلبی ویژه به اون دارن گفت یکی از ترانه هام هست به اسم خونه که خودم خیلی دوستش دارم من به پدر بزرگم پدر مادریم خیلی وابسته بودم و ایشون به من شعر و عشق به کتاب و خطاطی یاد داد خودش یک هنرمند کامل بود نقاشی آینکاری نویسندگی شاعری و تا آخرین لحظه عمرش دوروبرش پر از کتاب بود وقتی بعد از سالها به خونه پدر بزرگم رفتم و دیدم یه طرف سقفش کامل ریخته و خونه داغون شده این شعر رو گفتم احساس کردم که اون خونه یه نمادی از مونه که تنها و غریب مونده و کسی بهش نرسیده و سقفش رو سر مردمش آوار شده در ادامه از ایشون پرسیدن در مصاحبه ای گفتید آرزو دارید روزی در تخت جمشید اجرا داشته باشید چرا حالا تخت جمشید ایشون گفت اونجا رو آغاز دانش خودم از تاریخ ایران میدونم وقتی چهار پنج سالم بود در یک نوروز با خانواده و دوستان راهی شیراز شدیم نصف شب به یک مهمون خونه رسیدیم صبح زود وقتی که برای بازی بیدار شدم و به حیات اون مهمون خونه رفتم مشغول توپ بازی بودم وقتی سرم رو بلند کردم ستون های سر به فلک کشیده ای رو دیدم که اون طرف خیابون بود تخت جمشید بود من هنوز چیزی ازش ندیده بودم چیزی نشنیده بودم و چنان این عبهت تاریخی در ذهن من به عنوان یک کودک تاثیر گذاشت که بعد از این همه سال هنوز هم برای من شگفتانگیزه و بعد از انقلاب مهسا حتما دوست دارم به ایران برم و در تخت جمشید برای مردمم بخونم در ادامه هم گفت البته من عاشق شمال ایران و دریای خزر هم هستم و این رو هم شنیدم که ترانه اگه روزبری سفر آهنگ مسیر شمال برای مردم ایران در پایان این مصاحبه هم رو به دوربین گفت مردم ایران چنان نماند و چنین نیز نخواهد ماند روزگار شادی و لبخند بر و ایران روزی باز گلستان خواهد شد بی بودن خارها در مورد وصیت ایشون هم بعد از فوتشون در پیج اینستاگرامشون اطلاع رسانی شد و با انتشار عکسی از ایشون نوشته شد دوستان عزیز برای احترام و پاسداشت فرامرز اصلانی دور هم جمع خواهیم شد تا زندگی بی‌نظیر و دوران حرفه‌ای درخشان این خواننده افسانه‌ای ایرانی رو گرامی بداریم برای ادای احترام به اسطوره واقعی دنیای ملودی و آهنگ و شعر ایرانی با ما همراه باشید برای گرامی داشت سفر و زندگی به یادماندنی موسیقی ابدی و تاثیر ماندگار او بر هنر و فرهنگ ایران و فراتر از اون در این مراسم خانواده و دوستانش از تاثیرات ایشون بر زندگی و میراث فرهنگی ایرانی سخن گفتند این گرد همایی برای عموم آزاد بود اما چون ظرفیت محدود بود از قبل ثبت نام میشد در ادامه هم ذکر کرده بودند به جای اهدای گل لطفا در نظر داشته باشید که به یکی از سازمانهای غیرانتفاعی که خود آقای اصلانی به اونها کمک مالی میکردند کمک مالی کنید به خاص خود فرامرز اصلانی خانواده و دوستان لباسهای روشن خواهند پوشید. که بعد از این صحبت ها در ایران شایعه ای پیچید از اینکه قرار به زودی پیکر فرامرز اصلانی به ایران منتقل بشه و در خاک وطن خودش دفن بشه بر همین اساس حتی بسیاری از خبرنگاران با وزیر ارشاد مصاحبه کردن و ازش درباره چگونگی این مسئله پرسیدن که آقای وزیر هم گفت ما در جریان این ماجرا نیستیم و اگر موضوعی باشه و به ما خبر بدن حتما بررسی میکنیم در طی همون مراسم گرد همایی و بزرگداشت فرامرز اصلانی که هنرمندان و سلبریتی های زیادی هم حضور داشتند و همچنین شاهزاده رضا پهلوی و بانو یاسمین پهلوی هم بودند و در گرامی داشته ایشون سخنرانی هم کردند به اطلاع مردم رسید که آقای فرامرز اصلانی به خواسته خودش خاک نشد و به سبک و شکلی که میخواست با او بدرود گفتیم و در همون لحظات پیکر فرامرز اصلانی سوزانده شد و خاکسترش در اقیانوس ریخته شد که این خواسته و وصیت مهم خود فرامرز اصلانی بود که این روند طبق خواسته خودش انجام

البته که قبل از فرامرز اصلانی هم ایرانی های مشهور زیادی بودند که خواستن پیکرشون دفن نشه و سوزانده بشه مثل منوچهر وسوق بازیگر قدیمی ایرانی که بعد از مرگش طبق وصیتش پیکرش سوزانده شد و خاکسترش در اقیانوس ریخته شد شادمهر عقیلی هم مدتی پیش در مصاحبهش گفته بود که حتی بعد از مرگم هم دوست ندارم جنازم رو به ایران برگردونید جسدم رو بسوزونید و خاکسترم رو به اقیانوس بریزید روح این هنرمند خوب و بزرگ ایران شاد و یادش ماندگار مرسی که تا پایان این برنامه هم با ما همراه بودید و با لایک و کامنت هاتون از ما حمایت میکنید. راستی اگر هنوز عضو کانال ما نشدید از پایین همین ویدیو با زدن دکمه سابسکرایب و زنگوله با ما همراه باشید تا از ویدیوهای جدیدمون زودتر با خبر بشید.